60 دقیقه خوش آمدید. سر خط خبرها. در روز جهانی معلولان برای گشودن گرهی از مشکلات این بخش جامعه چه میتوان کرد؟ بازداشت یک استاد دو تابعیتی جمعیت شناسی به اتهام نفوذ، دلیل امنیتی شدن موضوع جمعیت از نگاه مقام‌های ایرانی چیست؟ در بخش صد زن این برنامه، سقط جنین، تصمیم با کیست؟ پدر، مادر یا قانون؟ و آشنایی با یک کارآفرین موفق در حوزه فناوری. سلام، من نگین شیراغایی هستم. سازمان بهداشت جهانی میگوید 10 تا 15% از افراد هر جامعه‌ای دچار معلولیتند، یا جسمی یا ذهنی. افرادی که به هر دلیل در زندگی روزمره با مشکل مواجهند، گاهی حتی برای ساده‌ترین مسائل از خیابان گرفته تا خانه، جهان دور و بر ما اغلب برای تنها بخشی کوچک از جامعه جمعیت انسانی مناسب ساخته نشده. مدت ها در کشورهای پیشرفته دنیا قوانین و بودجه های مناسبی در نظر گرفته شده تا حداقل عدالت در جامعه رعایت بشه، یک فرد معلول بتواند مستقل در جامعه حاضر باشد. امروز به مناسبت روز جهانی معلولان میخواییم ببینیم که یک جامعه باید چه مشخصاتی داشته باشد تا برای همه افرادش مناسب شناخته شود. بیشتر در این مورد حرف میزنیم. اول مریم افشنگ نگاهی کرده به وضعیت معلولان در ایران. تجمع اعتراضی در مقابل سازمان برنامه و بودجه به عدم پیشبینی بودجه برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان معترضند و میپرسند سهمشان در بودجه سال آینده چقدر است. ساعاتی بعد از این تجمع تعدادی از آنها با رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار کردند. منابع این پدر، این خانواده، منابع نامحدود که نیست. اصلا کاری ندارم که از پارسال به امسال به یک سوم تقلیل پیدا کرده. اصلا دنبال اینم نیستم که مثلا ما 2 میلیون بشکه در روز صادر میکردیم، حالا شد مثلا 1 میلیون. از اینا کارم. اما بعد میگردیم به پارسال که 2 میلیون بود. با همه اینا منابع ما یه مقدار منابع محدود. این باید به یه صورتی همه تقسیم بشه بین عزیزان. امروز روز جهانی معلولان است و سالهاست که افراد دارای معلولیت در ایران میگویند از خدمات و امکانات عمومی که برای دیگران مهیاست محرومند. رئیس انجمن ندای معلولان میگوید روند درستی برای مناسب سازی معابر در ایران وجود نداشته. سالانه حدود 60,000 نفر در کشور به خاطر تصادف دچار معلولیت میشوند. متاسفانه نرخ بیکاری در بین معلولان حدود 55 تا 64% است، اما دائما آمار می‌دهند که بین 40 تا 50,000 شغل ایجاد شده است، اما مشخص نیست که معنی ایجاد شغل چیست. البته فقط تصادف دلیل معلولیت نیست و مشکل افراد دارای معلولیت هم تنها پیدا کردن شغل نیست. همیشه آرزوم بود بعد از حادثه‌ای که واسم اتفاق افتاد اتوبوس سوار شم، ولی خب هیچ وقت نتونستم تو ایران اتوبوس سوار شم. اگه هم جایی میخواستم برم، دانشگاه میخواستم برم، خانواده‌ام باید منو با ماشین میبردن. دانشگاه میرفتم ولی خب دانشگاهمون پله داشت، خانواده‌ام باید ویلچرمو بلند میکردن. خب همه اینا رو آرزو داشتم ولی هیچ کدومش رو نتونستم استفاده کنم متاسفانه تو ایران. و دقیقاً دلیل مهاجرت هم همین بود، به خاطر اینکه واقعا زندگی نمیشد داشت با این وضعیت. اینها عکس هایی است از مدیران مترو تهران که دیروز در حرکتی نمادین و برای اعلام همبستگی با افراد معلول با ویلچر به ایستگاه مترو امام خمینی رفتند. منتقدان اما میگویند حرکات نمادین مشکلی را حل نمی کند و کسانی که معلولیت جسمی دارند باید بتوانند به راحتی و با ایمنی کامل از حمل و نقل عمومی و سایر امکانات عمومی بهره مند شوند. این هم حرکت نمادین دیگر در این سوی دنیا. تصاویری از محبوب ترین و پربیننده ترین برنامه تلویزیونی بریتانیا محصول بی بی سی.
چند سالی است که در هر برنامه یکی از شرکت کننده ها دارای معلولیت است. کاری که قرار است حضور اجتماعی معلولان را پررنگ تر کند. فضای مجازی همین روزها پر است از تجربیات شخصی افراد دارای معلولیت. این ویدیو در توییتر آموزش استفاده نابینایان از موبایل را می دهد. با فعال کردن یک گزینه قسمت تنظیمات برای نابینایان قابل استفاده می شن. سازمان ملل متحد شعار امسال روز جهانی معلولان را توانمندسازی افراد دارای معلولیت و حصول اطمینان از فراگیرسازی و برابری اعلام کرده. هدف امسال سازمان ملل با تکیه بر سند آموزشی 20C یونسکو است. سندی که اجرای آن در ایران در پی انتقاد آیت الله خامنه ای رهبر این کشور متوقف شده است. توانمندسازی معلولان از اهداف سازمان ملل است. در ایران اما افراد دارای معلولیت در بسیاری از موارد از جمله رفت و آمد راحت در خیابان‌ها هنوز اندر خم مشکلات ابتدایی‌اند. توانمندسازی این افراد در شرایطی که حتی بودجه‌ای برای قانون حمایت از حقوق آنها در نظر گرفته نشده، راهی دور و پرفراز نشیب به نظر می‌رسد. مریم افشنگ، BBC. مانیه جزمی، خبرنگار فوتبال BBC از شهر منچستر در شمال انگلستان همراه ماست. آقای جزمی، ممنونم که اومدین به برنامه. بینندگان ما با چهره شما آشنان، چون در برنامه های ما هم تحلیل فوتبال میدین. میخوام یک روزتون رو تعریف کنید و بگید که چه اتفاقایی میفته و چطور سر کار حاضر میشید و زندگیتون میگذره. متاسفانه روز من خیلی عادیه. من خودم تنها زندگی میکنم. روز کار. صبح بیدار میشم، خودم لباس میپوشم، بیرون میرم، خونه میرم بیرون، تنها میرم دفتر. اونجا تنها که نه، یعنی ولی بدون کمک اونجا کار میکنم 8-9-10 ساعت هر چی باشه. بعد برمیگردم خونه. بله، به نظر میاد حالا در این صحبت که میکنین کارتون هم چیزی هست که فوتباله. مثلا شما وقتی میخواین تحلیل فوتبال بدین، چطور برنامه رو گوش میدین؟ از رادیو میشنوید؟ چطور وارد این مراحل تحلیلی و اجرای کار خودتون میشین؟ خب ماموریت زیاد دارم، یعنی میرم کشورهای مختلف. مثلا 2 هفته پیش رفته بودم آرژانتین، این هفته میرم اسپانیا. و وقتی که میرم خارج، یک کسی دارم که منو کمک میکنه، یعنی راهنمایی میکنه. یک کسی دارم که بهش میگم خب من با این آقا یا خانم میخوام مسابقه کنم، عکسش اینجوریه، بعد اینم برام مثل چشمای من میشه، میره دنبال این هر کسی که میخوام باش مسابقه کنم. یا تو میدان فوتبال تو استادیوم برای من توضیح میده که فوتبال چجوری، یعنی مسابقه چجوری میره جلو، تاکتیک، مثلا کدوم بازیکن توپ داره. منم اطلاعات زیاد دارم در راجع بازیکنم، من میدونم که چجوری اینا بازی میکنن، یعنی آمادگی دارم وقتی میرم تو استادیوم. کی میشه از سابقه زندگیتون بگید؟ از چه زمانی بینایی چشمانتون را از دست دادید و چه شد که تصمیم گرفتید کار کنید، مستقل باشید، تنها زندگی کنید؟ من تهران به دنیا اومدم، تا 4 سالگی اونجا زندگی کردم. بعد با خانواده‌ام اومدیم انگلیس برای عمل چشم. بعد وقتی اون جواب نداد، دیگه مامان و بابام تصمیم گرفتن که بمونن تو انگلیس. چرا؟ چون امکانات ما تو یه شهری به نام کمبریج زندگی میکردیم. بعد اونجا تصادفی یه مدرسه بود برای بچه های نابینا و معلول. بعد دیگه تصمیم گرفتن اونجا بمونیم. موندیم و از همون بچگی میخواستم خبرنگار بشم. من خب نمیدونستم که این خبرنگاری بود اسمش، ولی میخواستم همیشه. بعد وقتی رفتم مدرسه با فوتبال آشنایی پیدا کردم و دیگه یعنی عاشق فوتبال شدم مثل بچه های نمیدونم چند میلیارد دیگه در دنیا. برای چی تنها زندگی میکنم؟ خب اینجوری پیش اومد. خب برای خیلی از کسانی که حالا شاید از ایران یا افغانستان دارن ما رو نگاه میکنن، این که شما میتونید انقدر با اینکه از کودکی بینایی چشمانتون رو از دست دارید، انقدر فعال باشید، برید سر کار، تنها زندگی کنید، شاید تعجب برانگیز باشه.
چون به هر حال در جوامع حالا مثل ایران و افغانستان قوانینی که اینجا هست برای اینکه امکانات در اختیار شما قرار بگیره اونقدری به همون اندازه نیست. میخوام ببینم تأثیر این ماجرا بر زندگی شما، بر روح و روان شما چه بوده، این حضور در جامعه. خب خیلی خیلی زیاد هستن که نابینا هستن در انگلیس که این زندگی که من دارن ندارن. یعنی فکر میکنم 75% از آدم های نابینا اینجا بیکار هستن، اصلا بهشون کار نمیدن، فکر نمیکنن که بتونن کار کنن. زندگی من نمیدونم، خب همیشه این انگیزه داشتم، اصلا هیچ وقت قبول نمیکردم، هنوزم قبول نمیکنم وقتی یه کسی به من بگه که نه اینو نمیتونی بکنی، این برات سخته، بیا فقط بشین راحت باش. اصلا هیچ وقت اینو قبول نکردم و همه هیچ وقت هم قبول نمیکنم و نمیتونم دقیقا توضیح بدم چجوری به اینجا رسیدم، چون برای من کاملا عادی بود. شاید من کمک داشتم وقت، یعنی تو بچگی، بعد از بچگی هیچ وقت تو دنیای نابینایان نبودم، من همه دوستام بینا بودن، شاید اون منو کمک کرد که یعنی از سن جوان فهمیدم که دنیا مال ما نیست، دنیا برای آدمای شاید بگم عادی، اگر خب البته این کلمه دوست ندارم، فهمیدم که دنیا برای ما نساختن، یعنی ما باید با دنیای بینا کار کنیم. من شاید اون منو کمک کردم، ولی شخصیت خودم این که به اونجا که هرچی که میخوام با اون انگیزه میرم جلو، اصلا هیچ وقت قبول نمیکنم که یه کسی بگه من نمیتونیم به خاطر اینکه نابینا هستید. ممنونم مانی، میخوام یک تشکر دیگه هم ازت بکنم که تونستی، میدونم سخت بود نگه داشتن موبایل با دست و صحبت کردن، ولی کادر مانی همونطور که دیدیم تونست خیلی خوب هم نگه داره و ما مصاحبه رو انجام دادیم. مانی جزمی بود، خبرنگار فوتبال بی بی سی. 60 دقیقه رو با دو خبر کوتاه ادامه میدیم. آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته علیه ایران تحریم‌های موشکی وضع کند. این خواسته به علت آزمایش موشک بالستیک مطرح می‌شود که آمریکا می‌گوید ایران چند روز پیش انجام داده. آمریکا برنامه موشکی ایران را تهدیدآمیز و رو به گسترش خوانده. فرانسه هم می‌گوید آزمایش موشکی ایران تحریک کننده و موجب بی‌ثباتی است. هفته پیش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ایران را متهم کرد که یک موشک بالستیک میانبرد را آزمایش کرده. ایران می‌گوید این بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل بوده. سخنگوی وزارت خارجه ایران تایید کرده که به حدود 200 شهروند ایرانی در مرزهای زمینی و هوایی گرجستان اجازه ورود داده نشد. بهرام قاسمی میگوید این افراد مدارک لازم را داشتند و مشخص نیست چرا گرجستان مانع ورودشان شده. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در حال گفتگو با مقامهای گرجستان است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با خروج 50 نفر از شبه نظامیان حوثی یمن که در جریان نبرد مجروح شدند موافقت کرده. این زخمی ها با یک هواپیمای سازمان ملل متحد برای مداوا به مسقط پایتخت عمان منتقل شدند. قرار است که به زودی گفتگوهای صلح یمن بین دو طرف درگیر در استکهلم سوئد برگزار شود. وزارت خارجه ایران از این گفتگوها حمایت کرده. ژیار گل و جزئیات بیشتر. حرکتی نمادین برای جلب اعتماد حوثی های یمن. امشب 50 نفر از حوثی های مجروح در جنگ با یک هواپیمای سازمان ملل برای درمان از صنعا به مقصد مسقط پایتخت عمان رفت. سه پزشک یمنی و یک پزشک از طرف سازمان ملل آنان را همراهی می کند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای جلب اعتماد حوثی ها برای شرکت در گفتگوهای صلح یمن در سوئد به درخواست آنان برای انتقال زخمی های حوثی با نظارت سازمان ملل موافقت کرد. محمد علی حوثی رئیس کمیته انقلابی حوثی ها از سازمان ملل خواسته که امنیت رفت و برگشت نمایندگان حوثی یمن به سوئد را تضمین کند. مارتین گریفیث نماینده ویژه سازمان ملل امروز برای گفتگو با حوثی ها به صنعا رفته. قرار بود این گفتگوها فردا سه شنبه شروع شود، ولی اختلافات باعث تأخیر شده. منابع خبری میگویند شاید این هفته برگزار شود. وزارت خارجه ایران در بیانیه از این گفتگوها حمایت کرده و گفته تنها راه حل بحران یمن گزینه سیاسی است.
یکی از دلایل ورود ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن جلوگیری از قدرت گرفتن شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران بود. فشارهای بین المللی برای پایان جنگ در یمن افزایش یافت. امروز نخست وزیر بریتانیا در پارلمان این کشور گفت در نشست سران 20 کشور ثروتمند جهان در آرژانتین در باره بحران یمن با ولیعهد عربستان سعودی گفتگو کرده. خواهان پایان درگیری ها در یمن شدم تا زمینه برای کمک به مردم آسیب دیده فراهم شود. بر اهمیت گفتگوهای آتی در استکهلم تاکید کردم. رابطه با عربستان سعودی برای کشور ما مهمه، اما این مانع نمیشه که دیدگاه جدی مقابل اونها مطرح نکنی. از زمان شروع این جنگ بر اساس آمارهای سازمان ملل روزانه 77 نفر کشته شدند و هزاران نفر هم به علت سوء تغذیه مردند. ما از همه میخواییم که فوراً دست به کار بشن. از مردم خیر در همه جای دنیا میخواییم به وضعیت بهداشتی یمن کمک کنن تا با سوء تغذیه مبارزه کنیم. به ما کمک دارویی کنن تا بیماران مالاریا، تب دنگی و اسهال را مداوا کنیم. ما اصلاً دارو نداریم. داستان این مادر مشابه سرگذشت هزاران خانواده یمنی است. حالا اگر شوهرم کار کنه چیزی برای خوردن داری. اگر نه خدا رو شکر میکنیم و با شکم گرسنه میخوابیم. تلاش برای پایان دادن به جنگ ادامه دارد. نمایندگان سازمان ملل هشدار دادند اگر جنگ یمن ادامه پیدا کند، بحران یمن به مرحله بسیار خطرناکی میرسد. مرحله ای که میتواند میلیون ها نفر را با قحطی قطعی روبرو کند. ژیورگل، بی بی سی. در ایران سرانجام مشخص شد که یک استاد جمعیت شناسی بازداشت شده. میمنت حسینی چاوشی که پژوهشگر دانشگاهی در استرالیا است گفته میشه دو تابعیتی است و به اتهام نفوذ دستگیر شده. ایران سالهاست روی بحث جمعیت شناسی و سیاست‌های کنترل جمعیتی حساسه. کشوری که خود را در رقابت تنگاتنگ با همسایگان منطقه‌ای می‌بیند نمی‌خواهد جمعیتش آرام آرام رو به پیری برود. مرساد بروجری استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز از در آمریکا همراه ماست. آقای بروجری، شما یکی از کسانی هستید که برگزار کننده کنفرانس ایران شناسی در استانبول هم بودید. این مدل رفتار، شاید نه به این شکل، اما رفتار مشابهی که ما در از طرف حکومت ایران راجع به کسانی که در حوزه‌های علمی فرهنگی کار می‌کنند دیدیم رو شما هم باش مواجه بودید. میشه از تجربتون بگید؟ بله، عرض کنم که 6 سال پیش ما کنفرانس 2 سال یک بار انجمن به ایران پژوهی رو در استانبول برگزار کردیم با این امید که دوستان محققی که از ایران میتونن بیان، چون دیگه احتیاج به ویزا نبود، بتونن شرکت بکنن، در مقایسه با اینکه اومدنشون با امریکا یا کانادا مشکل تر بود. متاسفانه یکی دو روز مونده به کنفرانس، روزنامه کیهان یک سرمقاله نوشتن و گفتن که خلاصه هر کس در این کنفرانس شرکت بکنه در نقش به اصطلاح جاسوس خواسته عمل بکنه و باید در رؤسای دانشگاه باشون برخورد بکنه، و این سبب شد که حدود 70 یا 80 نفر از همکاران ما از ایران که قرار بود در این کنفرانس شرکت کنن در همین روزهای آخر کنسل کردن و تشریف نیاوردن، که البته این مسئله در کنفرانس های دیگه هم باز هم تکرار شد. آقای بروجردی، میخوام حالا ما داستان شما رو هم شنیدیم، ولی برگردیم دوباره به بحث جمعیت شناسی که ببینیم که چه برای خانم میمنت حسینی پیش اومده و چرا این اتفاق افتاده، بعد دوباره با شما صحبت میکنیم. همکارمون مهرزاد کهنروز گزارشی در مورد تهیه کرده که اول اونو ببینیم، بعد برمیگردیم با آقای بروجردی. جمعیت از عوامل قدرت است. ایران پس از انقلاب به جمعیت بیشتر نیاز داشت. جنگ نیروی جوان و کارآمد می‌خواست. دولت به سیاست‌های تشویقی و تبلیغاتی روی آورد. اعطای وام، زمین. اما رشد سریع و جوان شدن جمعیت معضلات اقتصادی و اجتماعی خود را به همراه داشت. برنامه کنترل جمعیت در ایران 180 درجه تغییر جهت داد. حالا فرزند کمتر، زندگی بهتر. اما ببینیم این سیاست در نهایت چه تأثیری بر جمعیت ایران گذاشت. تغییرات جمعیت ایران در نیم قرن گذشته. 1345 جمعیت کل ایران 26 میلیون نفر، میانگین سن 23 سال، جمعیت جوان است. 2 سال قبل از انقلاب، سال 1355، جمعیت کل کشور 34 میلیون، میانگین سن کماکان 23 سال. 1365 در بحبوحه جنگ،
جمعیت بالا رفته 49 میلیون نفر، میانگین سن پایین آمده 22 سال. 5 سال بعد 1370 جمعیت باز هم بالاتر رفته 56 میلیون نفر، میانگین سن 22 سال. جمعیت بالاست، میانگین سن هم کم، شرایطی ایدئال برای یک کشور. 1375 جمعیت کل کشور 60 میلیون، میانگین سن 24 سال، 2 سال میانگین سن بالا رفته. 1385 جمعیت 10 میلیون بیشتر شد، 70 میلیون نفر، میانگین سن 28 سال، میانگین سن در این دوره 4 سال بیشتر شده. 1390، 7 سال پیش، جمعیت کل ایران 75 میلیون نفر، میانگین سن 30 سال. 1395، 2 سال پیش، جمعیت کل کشور 80 میلیون نفر، میانگین سن 31 سال. میانگین سن در حال بالا رفتن است، اما پیشبینی ها برای 3 دهه دیگر چیست؟ سال 1430 جمعیت کل ایران 95 میلیون نفر، میانگین سن 44 سال. آمار و ارقام برای رهبران ایران نگران کننده است. بعد از سال 71 به این طرف با سیاست رو تغییر میدادیم، خطا کردیم، تغییر ندادیم. اگر چنانچه با همین وضع پیش بریم، تا چند سال دیگه نسل جوان ما کم خواهد شد، که امروز قاعده جمعیتی ما جوانه، و به تدریج دچار پیری خواهیم شد، بعد از گذشت چند سال جمعیت کشور هم کاهش پیدا خواهد کرد. از این حالتی که امروز وجود داره، یه بچه دو بچه باید خارج کنن کشور را، همطور که یه وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درست هم هست، باید ما برسیم به اون رقم. قدرت شیعه منطقه نمیخواهد از نظر جمعیتی از رقبای خود عقب بماند. وزارت بهداشت هم بودجه برنامه کنترل جمعیت را کاملا حذف کرد. مشخص است جمهوری اسلامی ایران خطر را جدی می‌داند. هفته پیش حتی یک استاد دو تابعیتی جمعیت شناسی در ایران بازداشت شد. او را عنصر نفوذی در حوزه کنترل جمعیت معرفی کردند. میمنت حسینی چاوشی، یکی از تألیفات مشترکش کتاب تحولات باروری در ایران، جامعه‌ای که دارد پیر می شود. ایران در 4 دهه اخیر شاهد تغییری سینوسی در سیاست کنترل جمعیت بوده. زمانی تشویق و افزایش جمعیت، بعد کاهش و حالا دوباره درخواست افزایش. اما حالا نه ایران ایران دوران انقلاب و جنگ است و نه مردمش مردم آن روزها. مرساد کوهنروز، بی بی سی. آقای بروجردی، در گزارش مهرزاد دیدیم که چطور سیاست‌های جمعیتی ایران تغییر کرد و مثلا خانم میمنت حسینی که تا سالها در ایران به حرفاش گوش می‌دادن، کتاب‌هاش برنده می‌شد از طرف جمهوری اسلامی یا مشاوره به سازمان‌های وزارتخونه‌ها و اینها می‌داد، ناگهان دستگیر میشه. چه اتفاقی میفته؟ چرا پای نیروهای امنیتی اینچنین به وسط میاد؟ دنبال چه هستن؟ ببینیم، واقعیتش این است که نیروهای امنیتی چند تا هدف رو دنبال میکنن و به اصطلاح پیکان حمله رو هم تا حدی گذاشتن روی محققین علوم اجتماعی یا روزنامه نگاران، و ما شاهد این بودیم که از حداقل از 15 سال پیش که رفت آمد یک سری از این اساتید دو تابعیتی به ایران شروع شد، مثل خانم زهرا کاظمی و غیره، این افراد رو شروع کردن گرفتن. آقای رامین جهانبگلو بود، آقای کیان تاجبخش بود، حاله اسفندیاری و دیگران بسیاری که گرفته شدن. فکر میکنم هدف ها چند تا چیز هست. یکی نگرانی هست از رفت آمد این افراد و تماسشون با دولت ها یا سازمان ها یا افراد خارجی. من به یاد دارم که یکی از این نهادهای قدرت در ایران یک لیستی از مؤسسات تحقیقاتی در امریکا رو ارائه کرده بودند که اینها به اصطلاح نیروهای فکری امریکا هستن و خلاصه محققین ایرانی نباید پاشون رو به این جور محافل بذارن. یک مسئله است. یکی دیگه از نحوه تحقیقاتی که این افراد میکنن، حالا چه در مورد مسئله محیط زیست باشه، چه در رابطه با مسئله جمعیت شناسی باشه که در گزارش شما محور قرار گرفته بود. فکر میکنم که مسئله سوم هم که شاید سبب میشه یک سری از این افراد به دام بیفتن، این است که دولت ایران سعی میکنه با گرفتن دستگیری این افراد
افراد مبادرت بکنه به مبادله کردن این افراد با نیروهای ایرانی که در خارج گیر افتاده هستند یا احتمالاً دریافت پول که دیدیم این هم شواهدی است در رابطه با آقای سعید آبدینی، آقای میرزایی و دیگران. و بالاخره میشه گفت که شاید هدف نهایی نیروهای امنیتی هم کارشکنی هست در کار جناح مخالف. برای مثال هم دولت آقای روحانی امروزه و هم دولت آقای خاتمی باید با این مسئله گرفتن ایرانیان دو تابعیتی دست و پنجه نرم می‌کردن. آقای خاتمی که بحث ایران برای ایرانیان رو داشت و گفتگوی تمدن‌ها، و متأسفانه دیدیم که اون مسئله خانم زهرا کاظمی و دیگران براشون پیش اومد که خب به طور طبیعی به دل سرد شدن این جمعیت 7 میلیونی ایرانیان خارج از کشور و دل سردیشون برای بازگشت به ایران یا همکاری در اونجا منجر میشه. خیلی جالبه به خاطر اینکه الان وضعیت ایران دارای بحران‌هایی هست که بارها و بارها مقامات و مسئولانش از این صحبت کردن که برای حل این مشکلات باید از پتانسیل‌های ایرانیان خارج از کشور استفاده کرد. چرا یک سیاست یکسان در مورد اینها در نظر گرفته نمیشه؟ بخش امنیتی ایران در مورد محیط‌زیستی اشاره کردن همین کار را انجام داد. اگر بحران آب در ایران الان حل نشه، بحران محیط زیست ایران حل نشه، دودش به چشم خود این افراد خواهد رفت که در جامعه ایرانی زندگی میکنن. کاملا درسته. و اینو وقتی ببینیم با آقای کاوه مدنی چه کار کردن که ایشون رفته بود و مثلا خدمت بکنه در رابطه با مسئله محیط زیست. ببینیم متاسفانه این حکومت به غیر از اینکه به هر حال ملوک التوایفی هست و افراد هر کس میاد و ساز خودش رو میزنه، درک عمیقی هم ندارن از اینکه مشکلات و مسائل ایرانیان خارج از کشور چی هست، اونها خواسته هاشون چیه. حالا گرفتن و زندانی کردن افراد یه بعد مسئله است. مسائل دیگری هم هست که شما نیاز خواهید داشت اونها رو هم تصحیح بکنید اگر ایرانی ها بخوان بیان و در کشورشون کمک بکنن. حالا مثلا فکر کن مسئله معافیت سربازی برای فرزندان مذکر افراد یکی از نمونه‌های این هست. رفتاری که با خانم‌هاشون میخواد بشه و غیره و غیره نمونه دیگر هست. گرفتن به اصطلاح مالکیت اموال و مسائل دیگری که متاسفانه سالهای سال هست که اینها این عوامل رو میدونن، این مسائل رو هم میدونن، ولی متاسفانه با یک دید شاید بشه گفت بازاری فقط میخوان به مسئله نگاه بکنن و اونم به ایرانیان خارج از کشور بگن که بیاین و پولتون رو در داخل کشور سرمایه گذاری بکنین، ولی لزوماً ادعایی برای احقاق حقوق خودتون نکنین که خب حرف بسیار مسخره‌ای هست و انجام هم نمیشه. ممنونم. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز همراه ما. طرح ممنوعیت ازدواج دختران کمتر از 13 سال و پسران کمتر از 16 سال چند ماهی است که در مجلس ایران مطرح شده، اما با مخالفت بعضی نمایندگان محافظه‌کار مواجه شده و این مسئله ازدواج کودکان در ایران را همچنان حل نشده باقی گذاشته. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به تازگی آماری از ازدواج کودکان در استان البرز منتشر کرده و میگوید بعضی از کودکان هنگام ازدواج زیر 12 سال سن داشتند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که به تصویب سازمان ملل هم رسیده، به هر انسان زیر 18 سال کودک گفته می شود. بر اساس آمار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، استان خراسان رضوی با بیش از 6700 مورد ازدواج کودکان در رتبه اول قرار دارد. آذربایجان شرقی با بیش از 3300 در مقام دوم و سیستان و بلوچستان با بیش از 2300 مورد ازدواج کودکان رتبه سوم را در ایران به خود اختصاص دادند. سازمان ثبت احوال ایران میگوید در 6 ماه نخست سال 97 29 مورد ازدواج دختران کمتر از 10 سال در ایران به ثبت رسیده. در همین مدت 117 دختر 10 تا 14 ساله ازدواج کردند و 145 مورد ازدواج دختران 15 تا 19 سال ثبت شده. ایسنا آماری از ازدواج حدود 350 دختر زیر 14 سال در سال گذشته در استان البرز داده که 4 نفر از آنها زیر 12 سال سن داشتند. آمار ازدواج دختران زیر 14 سال در این استان در سال 95 حتی بیشتر هم بوده، بیش از 450 دختر. آسیب‌های ازدواج در سن پایین تنها مخصوص دختران نیست، اما دختران مشکلات بیشتری نسبت به پسران دارند.
مشکلات جسمی شامل افزایش سقط جنین، زایمان زودرس، مشکلات مربوط به بارداری در سنین پایین و آگاهی نداشتن از بهداشت باروری و تنظیم خانواده است. مشکلات روحی ازدواج شامل افسردگی، اختلال‌های روحی، اضطراب، طی کردن مراحل رشد روانی به طور ناقص و افزایش طلاق در سنین پایین هستند. از جمله مشکلات اجتماعی ازدواج در سنین پایین هم محرومیت تحصیلی، محدودیت اجتماعی، نداشتن استقلال اقتصادی و نداشتن مهارت برای ورود به بازار کار هستند. در مهر ماه سال 97 مجلس یک فوریت اصلاح ماده‌ای از قانون مدنی را تصویب کرد که خواستار ممنوعیت ازدواج دختران کمتر از 13 سال و پسران کمتر از 16 سال شد. اما بعضی نمایندگان گفتند که این مسئله اولویت ندارد. این اصلاحیه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده و سرنوشت آن هنوز مشخص نیست. من فکر می‌کنم الان این آقایان شورای نگهبان، روحانیون شورای نگهبان و عرض کنم که دستندرکاران خودشون در این پارادوکس وجود دارن. از یک طرف می‌بینند که در فقه اسلام سن بلوغ دختران 9 سال تمام، پسران 15 سال تمام تعیین شده و از سوی دیگه میخوان راجع به دختران خودشون انگامی که بحث کنن میبینن دختر 9 ساله هنوز عروسک بازی میکنه. اینه که نگرانی اینها از اینه که با مسئله شرعی عرض کنم که مشکل پیدا کنند، یعنی جلوی ازدواج دختران و پسرانی که میخواهند و میتوانند ازدواج کنند رو بگیرند. طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس میگوید که نمایندگان حامی این اصلاحیه با شورای نگهبان به توافق نرسیدند و شورای نگهبان همچنان در مقابل تصویب این اصلاحیه سنگ اندازی میکند. با اینکه یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل میگوید در دهه گذشته ازدواج کودکان در جهان کاهش داشته، اما هنوز راه زیادی برای ممنوعیت آن در پیش است. فرین آسمی گزارش میداد. اگر این چند شب بیننده ما بودید، میدونید که امسال هم مثل سالهای پیش بی بی سی یک هفته رو به زنان اختصاص داده. قسمت دوم 60 دقیقه ویژه برنامه 100 زنه. با رعنا رحیم‌پور همراه شید. ممنونم نگین. خوش اومدید به سومین برنامه از سلسله برنامه‌های 100 زن. در این برنامه امشب به سراغ موضوع سقط جنین میریم، موضوعی که مخالفان و موافقان سرسختی داره. بعضی تصمیم گیری درباره اون رو حق زن بر بدنش میدونند و بعضی اون رو با مذهب و باورهای اجتماعی و سنتی گره میزنند. برای گفتگو در این زمینه دکتر شهره بسکی، متخصص زنان و زایمان در استودیو با منه، و نسرین افضلی، پژوهشگر مطالعات زنان از بوستون آمریکا هم به ما میپیونده. مهمانان ما امشب به سقط جنین، قوانینی که درباره اون در کشورهای مختلف به خصوص ایران و افغانستان وجود داره میپردازند و همچنین از خطرات سقط جنین غیرقانونی میگن. هر سال دست کم 250,000 سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام میشه. این آخرین آماریه که وزارت بهداشت 5 سال پیش اعلام کرد. اکثر این سقط‌ها توسط افراد غیر متخصص در مکان‌های غیر بهداشتی با داروهایی گران انجام میشه که زن از میزان تأثیر، تاریخ مصرف و عوارض آن چیزی نمیدونه. نازنین معتمدی در این گزارش سری زده به یکی از کلینیک‌های سقط جنین در انگلستان و پای صحبت دو نفر نشسته که در ایران به طور خودخواسته به حاملگیشون پایان دادن. دو خطی که برای خیلی‌ها بهترین خبر دنیاست، دنیا رو روی سر بعضی‌ها خراب می‌کنه. به 1001 دلیل آدم میتونه آماده مادر شدن نباشه. مثلا آمادگی جسمی یا روانی یا مالیشو نداشته باشه. یا از رابطه‌ای که توش هست راضی نباشه و تصمیم بگیره به طور خودخواسته به حاملگیش پایان بده. این عمل برای بعضی تصمیم شخصی و حق انتخاب اساسی زن برای کنترل روی بدنش به حساب میاد و برای گروهی دیگه قتل عمد. از بعد از انقلاب 57 تو ایران مجوز سقط جنین تنها در شرایطی که جان مادر در خطر باشه صادر میشه. خطر جانی برای مادر رو باید 3 پزشک متخصص و پزشک قانونی تایید کنن. حاملگی باید زیر 18 هفته باشه و رضایت کتبی شوهر لازمه.
بنابراین بر اساس قانون حتی اگه حاملگی در اثر تجاوز اتفاق افتاده باشه اجازه انداختن بچه داده نمیشه. همینطور اگه ازدواج هم نکرده باشید تحت هیچ شرایطی نمیتونید به صورت قانونی سخت کنید. با اینکه غیر قانونیه اما روزی حداقل 684 نفر توی ایران به حاملگیشون پایان میدن. تینا یکی از اوناست که اخیراً تو تهران سخت جنین کرده. برای ناشناس موندن هم اسمش رو عوض کردیم و هم صداش رو بازخونی کردیم. برخورد متخصصا خیلی بد و سرده. وقتی با همسرم رفتیم دکتر برای سخت گفت پاشو برو بیرون، تمام زنایی که بیرون نشستن آرزوشون جای تو باشن. من از این کارا نمی‌کنم. یه دکتر دیگه گفت برات انجام میدم اما خیلی حالت بد میشه بعد از کورتاژ، درد شدید میکشی. پرسیدم میتونم مسکن بخورم؟ گفت نه، اصلا باید درد زایمان رو تجربه کنی که دیگه حواست باشه از این کارا نکنی. ممکن اینقدر حالت بد بشه که من اینجا نتونم نگهت دارم، باید بری بیمارستان. پرستارم هم نمیتونه برات سرم بزنه. یه دفعه فکر کردم چطور پرستاریه که نمیتونه سرم بزنه؟ ترسیدم. به همسرم گفتم پاشو بریم بیرون. پای صحبت سبا زواره‌ای نشستم که 8 سال قبل توی ایران مثل تینا سخت کرده بود. به دکتر گفتم که من فکر میکنم باردار هستم. گفتش که خب حالا میخوای چه کار بکنی؟ گفتم نمیخوام ادامه بدم. یکم اینطوری نگاه کرد، گفتش که مزدوج هستی؟ گفتم نه. گفت قصد ازدواج داری؟ گفتم نه. و لحنش کامل تغییر کرد، نگاهش کامل تغییر کرد و گفتش که خب من نمیتونم برات کاری بکنم و سرش انداخت پایین و یه کارتی رو از یه جایی که من یادم نیست کجا از یه زیری در آورد و گفتش که با ایشون تماس بگیر. یه کارت ویزیت یه پزشک متخصص پوست بود که خب هیچ ربطی نداره به تخصص زنان و از اونجا من متوجه شدم که من خارج شدم از سیستمی که میتونه امنیت منو و سلامت من رو تضمین کنه و مسئول باشه در قبال اون. من از اون خارج شدم و این حس ناپیدایی تو سعی کردی با هنر در واقع نشون بدی. دقیقاً اینجا من اون تصویری که از سونوگرافی بهم دادن رو انیمیتش کردم و روی دیوار پخش کردم و بعد خودم رو به شکل اون گره یا اون موجود درگیری که حالا شاید یه جورای تشابهی با اون نقطه‌ای که توی بدنم به وجود اومده هم داره، همزاد پنداری شاید با اون کردم. یه مسئله دیگه همین مسئله تنهایی خیلی خیلی عمیق و خیلی تاریک این دوره هست، اغلب از ترس آبرو یا قضاوت شدن‌های بی‌رحمانه از طرف جامعه است. اینجا توی انگلستان بیشتر از 50 سال قبل سقط جنین رو قانونی کردن. بیپس یا مرکز مشاوره حاملگی بریتانیا یه مؤسسه خیریه است که 70 تا کلینیک داره. این ساختمون یکی از اون مراکزه که میشه توش به حاملگی های کمتر از 24 هفته به صورت قانونی پایان داد. بریم ببینیم توش چه سرویس های ارائه میدن. اول با زنی که میخواد سقط انجام بده تنهایی صحبت میکنن و 3 تا انتخاب پیش روش میذارن. اینکه حاملگی رو ادامه بده و مادر بشه، اینکه بچه رو به دنیا بیاره و بعد سرپرستیشو به خانواده دیگه ای بسپره، یا پایان حاملگی و سقط جنین. اینجا اولین چیزی که به کارمنداش میگن اینه که فرد مراجعه کننده رو نه قضاوت کنید نه احساس گناه بهش بدید. از اون ور هم تشویقش نکنید که گزینه سقط جنین رو انتخاب کنه. تمام عوارض جانبی احتمالی چه فیزیکی چه روانی سقط جنین رو کامل به فرد میگن و بعد حق انتخاب با زنه که یکی از 3 گزینه پیش روش رو انتخاب کنه. چه گزینه هایی برای سقط جنین دارید؟ ما 2 تا گزینه پیش روشون میذاریم. اولی سقط با دارو و دومی با جراحی. یه کمی بیشتر راجع به داروها توضیح میدین؟ حاملگی های زیر 15 هفته رو با 2 تا قرص پایان میدیم. قرص اول میفپریستوله که خوراکیه. این قرص جلوی هورمون پروژسترون رو میگیره. با فاصله 24 ساعت قرص دوم باید مصرف بشه. اسمش مایزوپروستاله و داخل واژن گذاشته میشه. قرص دوم باعث انقباضات رحمی و خونریزی میشه. 2 جور جراحی دارید نه؟ برای حاملگی های زیر 14 هفته که نیاز به جراحی دارن یا بیهس میکنیم یا بیهوشی موضعی میدیم. اما برای حاملگی های بین 14 تا 24 هفته بیهوشی کامل میدیم. یه متخصص زنان گفت کوتاژ میکنم 2,500,000 تومان پول نقد. پزشکای دیگه از 5,800,000. یک خانم دکتری گفت تا 7,000,000 تومان. اینا مال خرداد ماه. الان فکر میکنم خیلی گرونتر شده.
برای قرص هم هستن وبسایت ها و وبلاگ هایی که شماره گذاشتم. وقتی تماس میگیری هر کدوم یه قیمت میدن. اما گروه های مخالفی هم هستن که اکثرا دوروبر کلینیک های سخت جنین اعتراض هایی برپا میکنن تا تو آخرین لحظه ها بتونن نظر زن رو عوض کنن. در اکثر ادیان از جمله اسلام سخت جنین ممنوعه. تصمیم سازان برای تغییر این اوضاع باید باورهای دینی رو توی یک کفه ترازو بذارن و پیامدهای سخت‌های غیرقانونی و زیرزمینی رو تو کفه دیگه. نازنین معتمدی، بی بی سی. شهره بسکی، متخصص زنان و زایمان، در استودیو با ماست و نسرین افضلی، پژوهشگر مطالعات زنان از بوستون. خانم بسکی، با شما شروع بکنیم. سقط جنین تا چند هفتگی کم خطر تره؟ من اعتقاد شخصیم اینه و اینم وجود داره که تحقیقات نشون داده که تا 12 هفتگی این راحت هست و میشه انجامش داد، ولی بعد از اون باز تا 15 هفتگی امکان وجود داره، هم که دیدین توی کلینیک های دیگه انجام میدن، ولی از اون به بالا بسیار ریسکش زیاده به خاطر اینکه خب فیتوس شکل گرفته و استخونها شکل گرفتن. ولی مهمترین اینه که قبل از 12 هفته میتونیم این کار رو بکنیم به صورت یا با دارو یا با جراحی. اینا رو میشه کرد. در نتیجه مهمتر از همه این هستش که هر چی کوچیک‌تر باشه بهتره. یعنی اگه شما برین اولین اسکن رو بکنین تو 6 هفتگی و 6 هفتگی به قول معروف جستیشن ساک یا اون ساک وجود داشته باشه، همون موقع این کار انجام بشه، خونریزی کمتره، درد کمتره و عوارض کمتره. ولی هر چی بزرگتر بشه این عوارض بیشتر میشه. خانم افضلی، فعالان حقوق زنان به دنبال قانونی شدن سقط جنین تا چند هفتگی هستن. ایدئال برای فعالان زنان چیه؟ ببینید الان در مینیمم، در میانگین بخوایم حساب کنیم در کل دنیا تقریبا همون 12-13 هفتگیه، ولی خب ماکسیمومش الان 24 هفتگی هستش. ولی خب ما میدونیم که به هر حال یک زن با توجه به نشانه هایی که بارداری داره، از جمله قطع شدن پریود، میتونه خیلی سریع اینو تشخیص بده، یعنی در ماه اول یا ماه دوم نهایتا میتونه متوجه بشه که باردار هست. بنابراین اگه کسی تا 3-4 ماهگی و تا همون 6 ماه بله که میشه 24 هفته اگه نتونه تشخیص بده، خیلی خیلی موارد نادر هست. بنابراین تمام تلاش فمینیست‌ها این هستش که برسونن به همین 24 هفته. خانم بسکی، خطرات سقط جنین توی گزارش نازنین هم داشتیم، در ایران روزانه نزدیک 700 سقط جنین انجام میشه که رقم قابل توجهیه و متاسفانه بخش عمده‌اش غیرقانونیه. خطر سقط جنین غیرقانونی چیه؟ خطرات ناشی از عفونت‌های متعدد بعد از اون. ببینین اگر کسی سقط جنین میکنه تحت نظر دکتر، مطمئناً بعدش سونوگرافی میکنن، مطمئن میشن که کاملا از بین رفته، بیرون اومده، همه ممکنه مقداری از جنین بمونه در داخل، این باعث عفونت بشه، عفونت باعث این میشه که لوله ها بسته بشه، یعنی مسائل و مشکلات بعدی که براش پیش میاد برای زایمان های برای اینکه بخواد دوباره حامله بشه ممکنه پیش بیاد. اینا وقتی که تحت نظر نیستن این اشکالات وجود خواهد داشت. و خب من در ضمن به نظر من از لحاظ روانی و عاطفی هم خیلی مهمه که حالا بعدن صحبت میکنیم. آیا خطری برای بارداری های بعدی هم ایجاد میکنه؟ فقط اگر تحت نظر نباشه و اگر ما معمولا اگر خانمی مجبور باشه این کارو بکنه بهشون میگیم که شما نباید خودتون اگه تحت نظر دکتر باشن ناراحت نکنین، چون تمام تحقیقات نشون داده که بعد از سقط جنین مسئله‌ای پیش نخواهد آمد اگر این تحت نظر دکتر باشه، اگر سونوگرافی بعد از اون بکنن و بعد مثلا عفونت نباشه. اگر اینا نباشه به هیچ وجه درصد حاملگی در آینده پدید، یعنی کم نمیشه. ولی متاسفانه اگر این به صورت غیرقانونی انجام بپذیره و لخته ای مونده باشه، تکه ای مونده باشه، اینا خب باعث عفونت بشه دیگه، در نتیجه ممکنه باعث اینفرتیلیتی هم بشه. خانم افضلی، مسئله سقط جنین مسئله ایه که هم در جوامع پیشرفته هم در جوامع در حال توسعه بسیار مسئله داغیه. در همون آمریکا که شما هستین یکی از مسائل تعیین کننده حتی در عرصه سیاسیه. چطور میشه برای قانونی شدن سقط جنین تلاش کرد؟ ببینین ما اگه
استدلال ها و مباحثی که در مورد سقط جنین مطرح میشه رو بررسی کنیم، متوجه میشیم که اون نقطه اصلی که مخالفان حق سقط جنین روش دست میذارن کیا هستن. ببینیم تصور جمعی در مورد سقط جنین، زنی که بلهوس و زناکاره، بی توجه و بی مسئولیت، بی احساس مادریه، و یا اینکه سقط جنین تا ماهای آخر بارداری هستش که مثلا ماه هشتم نهم که برای یک انسان کامله، که ما دیدیم ترامپ هم از این استفاده کرد و حرف کاملا بی معنی و بی منطقی زد، چون ما میدونیم که هیچ وقت در این ماها سقط انجام نمیشه. بنابراین دو تا موضوع ما اینجا میبینیم، یکی قضاوت اخلاقی زن، دومی غیبت کامل پدر. یعنی اصلا هیچ کس در این مورد حرف نمیزنه که پدر این وسط چه کار است، چرا همه قضاوت اخلاقی در مورد مادر هستش. بحث دیگه این هست که ما باید در نظر بگیریم که اگه که سقط جنین غیر قانونی باشه، آیا تفاوتی میکنه در آمار سقط جنین، که تمام تحقیقات نشون داده که هیچ تغییری نمیکنه. یعنی همچنان میزان سقط جنین همون میزان میمونه، ولی اون عوارضی که خانم دکتر اشاره کردن بیشتر و بیشتر میشه و آسیب هایی که اون فرد و جامعه میبینه و خانواده اون فرد، اگه یک زنی هستش که چند تا بچه دیگه داره، ممکنه اونا مادرشون رو از دست بدن، ممکنه مادرشون رو دیگه سالم نداشته باشن و همه این مسائل. بنابراین ما میبینیم که باید حتما به این بحث اخلاقی اشاره بشه که این معناش این نیستش یک زنی که باردار شده زن بی‌مسئولیتیه. حالا یک سه تا عامل دیگه من میخوام اینجا برای شما بگم که چرا این حق اهمیت داره و ما باید همه زنان و همه فعالان حقوق زنان به این قضیه توجه کنن. اول اینکه تمام روش‌های پیشگیری از بارداری درصدی از خطا داره. یعنی حتما اگر از تمام روش‌ها استفاده از بهترین روش‌ها استفاده کنید، حتی از دو روش همزمان استفاده کنید، باز هم ممکنه شما باردار بشین. بحث دیگه پنهان بودن علائم بارداری در برخی زنان هستش. یعنی ممکنه زنی متوجه نشه که اصلا باردار شده که بتونه مثلا در همون اوایل خاطر بده به باردارش، بنابراین این دست خودش نیست، یعنی اون کارا رو انجام داده ولی باردار شده. یا همکاری نکردن پارتنر، خیلی وقتا میبینیم یک زن به خاطر مسائلی که سلامتیش رو تهدید میکنه نمیتونه از روش جلوگیری از باردار استفاده کنه و اون پارتنرش هستش که باید اینو انجام بده و اون در واقع این کار رو انجام نمیده و زن باردار میشه. ما اینجا هیچ قانونی نداریم که اون مرد رو به خاطر این سقط جنین مسئول بدونیم و باز این زن رو مسئول میدونیم و این حق رو ازش در واقع محروم میکنیم و در واقع این زن رو داریم مجازات میکنیم برای یک طرفه، برای یک عملی که دو طرفه انجام شده، فقط زن که اینجا نبوده. بحث دیگه بحث تجاوز هست که مقدار زیاد تعداد زیادی از بارداری ها به خاطر تجاوز هست و خب اثبات کردن تک تک این مواردی که من گفتم بسیار سخته و ما بهتره که اینو بذاریم به عهده خود فرد که تصمیم بگیره به جای که ما به جای اون بخوایم قضاوت کنیم و تصمیم بگیریم. متشکرم. اجازه بدین یه گزارش رو دیگه با هم ببینیم. سقط جنین در افغانستان جرمه مگر اینکه جان مادر و یا جنین در خطر باشه. قانون برای زن مجرم تا 1 سال حبس و تا 1,000 دلار جریمه نقدی پیش بینی کرده و برای عاملان آن از 2 تا 7 سال حبس. زینب آوین خبرنگار ما در کابل میگوید با وجود این مجازات سنگین هنوز هم زنانی هستند که به شکل پنهانی به دنبال سقط جنین می‌روند. تزریق دارو برای پایان زندگی جنینی که تازه شکل گرفته. اینجا مرکز بهداشتی نیست، مکانیست پنهان. سالهاست این کار را انجام می دهد، زمانی که هنوز تنها یک دانشجوی پزشکی بود. می گوید تقاضا انقدر زیاد است که سقط جنین این روزها تبدیل به تجارتی پرسود شده. 300 تا 700 دلار درآمد برای هر سقط. مراجعین هم اکثرا جوان. کاتگوری اول کسایی که مراجعه میکنن اکثرا به خاطر روابط نامشروعی که دارن مراجعه میکنن. بیشتر قضیه های تجاوزات جنسی است و کسایی که همسرشون به خاطر کار کردن مهاجرت میکنن، اونا خانمشان یا نامزدشان با کسای دیگه که روابط نامشروع برقرار میکنن حمل میگیرن، قبل از برگشتنشان و یا قبل از عروسیشان میخواین که حمل خود سقط بدن، و یا خانواده فقیره که بیشتر از 7-8 اولاد دارن و نمیتونن که طفل بعدی رو نمیتونن که بزرگ بکنن، اینا
برای سخت مراجعه میکنن و یا بعض خانمایی که به خاطر بورسیه ها و تحصیل میخواین برن بیرون. پیدا کردن پزشکی که عمل سخت جنین را انجام دهد چندان آسان نیست. به همین دلیل زنانی هستن که خودشان اقدام به این کار میکنن، با استفاده از روش های سنتی یا با استفاده از داروهای مخصوصی که گفته میشه فروش آن در افغانستان غیر قانونی است، اما با آن هم داروخانه هایی هستن که این داروها را به گونه پنهانی به فروش میرسانند. کسانی که دست به سقط جنین میزنن حاضر نیستن حتی ناشناخته در مقابل دوربین حرف بزنن. اقدامی پنهان که انجام غیر معیاری آن به گفته پزشکان دردهای آشکار برای زنان به دنبال خواهد داشت. خطراتی که آنن به خانم مواجه میشه این است که چون آدم غیر مسلکی به اینا دوا میمانه یا استفاده میکنه یا به سقط اقدام میکنه، این است که یک پارگی در جهاز تناسلی امکان داره که واقع شوه، یا این که خونریزی های بسیار شدید واقع شوه، یا این که دهنه اون قرحم پارگی پیدا کنه، میتونه که سبب حتی بی اولادیشان شوه، امکان داره که سبب التهابات بسیار مزمن شوه که هیچ بازو التهابات جور نشه، سبب حمل های خارجی شوه. وزارت بهداشت افغانستان میگوید سقط جنین در مواردی هم مجاز است. در صورتی که توجیهات بسیار واضح مسلکی و علمی مبنی بر عدم امکان حیاتیت جنین بعد از ولادت به دلیل اختلالات کروموزومی و ولادی موجود باشه و یایی که تداوم حاملگی موجب تهدید قطعی و حتمی حیات مادر بگرده مجاز میشه، در غیر از هر موردی را که در ایده توجیه ذکر شده موجود نباشه و کدام طبیب اقدام به سقط جنین کنه که هم جنین سالم باشه و هم تداوم از او حیات مادر تهدید نکنه، یک تخلف طبی هست. جدال میان حق آزادی و اختیار بدن و آموزه های دینی، شماری موافق با سقط جنین و شماری سخت مخالف. ما باید در جامعه ای اجازه رو به خانم‌ها بتیم، به مادرها بتیم که با رضایت خودشان تصمیم بگیرن که طفل میخواین نگاه کنن یا میخواین سخت کنن. این هم یک زنده جان هستن، اگر سخت از او هم مرگ از او هستن که گناه بزرگ و گناه کبیره هستن و در کل ما مخالف از این هستیم و اگر این رواج پیدا کنن چی به صورت پنهانی چی به صورت آشکار، اینها روابط های نامشروع و این به بار میاره که به افغانستان و به جامعه ما فاجعه بار است. قصه یکیست اما دلایل متفاوت. سقط جنین تنها به بارداری های خارج از ازدواج ختم نمی شود. تلخ زمانی می شود که زنانی در افغانستان به خاطر باورهای سنتی حاضر می شوند جنین فرزند دخترشان را از بین ببرند. افغانستان از بدترین کشورها برای زنان با بالاترین آمار مرگ و میر مادران. آمار سازمان بهداشت جهانی نیز نشان می دهد سالانه 5-13% مرگ و میر مادران در جهان به دلیل سقط جنین ناامن است. زینب آوین، بی بی سی، کابل. شورای بسکی متخصص زنان زایمان کماکان در استودیو با ماست و نسرین افضلی پژوهشگر مطالعات زنان از بوستون. خانم دکتر بسکی، آموزش چقدر نقش میتونه داشته باشه برای اینکه اصلا ما به این مرحله سقط جنین نخواهیم برسیم؟ منم همین رو خیلی لازم میتونستم که راجبش صحبت کنیم، برای اینکه به نظر من دیگه الان تو قرن 21 پیشگیریه، نه اینکه چجوری سیف بکنیم شرایطو برای زن، بلکه چجوری بکنیم که اصلا اینا به اون حاملگی ناخواسته نرسن. این مهمترین چیزه. الان تو انگلیس تحقیقات اخیر نشون داده که درصد حاملگی ها توی تینیجر آمده پایین، در صورتی که آزادی محض هست، همه چی هست. برای چی؟ برای اینکه آموزش داده میشه، برای اینکه انواع و اقسام روش های جلوگیری وجود داره و تمام اینها رو به تینیجرها درس میدن و اجازه نمیدن که اینها بیماری های مقاربتی بگیرن و یا از اینا استفاده کنن. شما اگه نگاه کنین، ما به غیر از قرص، به غیر از دستگاهی که داخل رحم میذاریم، به غیر از اینجکشن یعنی آمپولی که میزنیم، حتی الان جدیدن به صورت پچ اومده، به صورت پلاستر، به صورت چسب اومده، به صورت رینگ اومده که توی واژن قرار میگیره. یعنی اینقدر راحت کردن این کارو که شما خیلی راحت میرین روی اون روش های پیشگیری و نمیاین حامله بشین و بعد اصلا حاملگی و سقط جنین جزو جلوگیری نیست. این نباید جزو روش هایی باشه که خب اگر من حامله هم شدم خب میتونم بندازم. این کار بسیار غلطه. یعنی آموزش باید جوری باشه که بگه من به اون مرحله نمیرسم و برنامه ریزی میکنم و بچه دار میشم و اون بچه رو نگه میدارم، ولی حالا شرایطی پیش میاد که
نتونی به اون مرحله برسی، یعنی اشتباه بکنی، بر اساس رگلت مرتب نباشه، همه اینا امکان داره. بعد اون وقت باید اون خانم ساپورت داده بشه که بتونه این کارو بکنه. همونطوری که قبلا هم داشتم باهاتون صحبت می‌کردم، اینی خیلی مسئله مهمیه که قرص بعد از روز بعد از نزدیکی الان آزادانه میتونی شما از مغازه بخرین، از فارمسی بخرین، از البته در انگلیس، در انگلیس میتونی بخرین، در ایران بله. افغانستان داریم صحبت میکنیم، بله بله در انگلیس میتونی بخرین و این اینجا نبود، دو ساله که تازه آمده. یعنی قبلا اگر یک کسی میخواست بگیره باید میرفت پیش دکتر یا میرفت پیش اورژانس، ولی الان این کارو دیگه کردن، خیلی راحت تر شده. بله خانم افضلی، در جوامعی مثل ایران و افغانستان که سقط جنین در مواقع به غیر از موارد استثنایی قانونی نیست، به نظر نمیاد که آنطور که توقع میره فعالان زن برای قانونی شدن سقط جنین تلاش میکنن؟ به نظر میاد که اولویت‌های دیگه‌ای دارن در بعضی مواقع. چطور میشه ایجاد حساسیت کرد در این جوامع برای تلاش برای قانونی کردن سقط جنین؟ ببینیم، من در مورد ایران میگم، ایران برعکس حالا افغانستان داره روز به روز به عقب میره. دلیلش این هست، یعنی فعالان جنبش زنان تمام تلاششون دارن میکنن، ولی تا میخوان یه قدم به جلو بزنن یه قدم به عقب برداشتن. برای اینکه ما خب در مورد مسائل سقط جنین، حق زن بر بدن خیلی صحبت کردیم و مطالب آموزشی بسیار تولید میکنن فعالان حقوق زنان، ولی ما یه دفعه میبینیم یه لایحه میره مجلس به اسم افزایش جمعیت که میاد تمام همون مواردی که من اول یه نکته بگم، این که خانم دکتر فرمودن ما الان بیشتر این موارد سقط جنین مربوط به زنای غیر متأهل هست و زن غیر متأهل از تمامی این خدمات پزشکی محروم هستن. مثلا نمیتونم برن به پیش دکتر متخصص بگم برای من مثلا این پچ بذار یا آیودی بذار، حتی معاینه نمیکننشون بسیار از متخصصان. حالا ادامه صحبت هم این هستش که در واقع زنای متأهل هم حتی الان ممنوع شدن از اینکه از به اصطلاح لوازم پیشگاز بارداری استفاده کنن، به خاطر اینکه دولت تصمیم گرفته جمعیت رو افزایش بده. بنابراین ما به اون سمت رفتیم که ما بیایم الان یه قدم عقب بر بگیم که حداقل برای زن متأهل اینو فراهم کنیم که بتونن سقط جنین انجام بتونن پیشگیری کنن. یعنی از یه طرف سقط رو ممنوع میکنن، از یه طرف پیشگیری رو ممنوع میکنن. خب یعنی در واقع زن رو در جایی قرار میدن که مجبور میشه سقط جنین بکنه و سقط جنین ایمن بکنه. سپاس فراوان. نسرین افضلی پژوهشگر مطالعات زنان با ما و شهره بسکی متخصص زنان و زایمان. امشب هم ویدیوی کوتاهی داریم برای معرفی یک زن موفق دیگر. سپیده نصیری، بنیانگذار مؤسسه زنان ایرانی در تکنولوژی است. او یکی از کارآفرینان موفق در حوزه فناوری. الان حدوداً 16 ساله که تو تکنولوژی هم شدم کار میکنم و چیزی که خیلی برای من عجیب بود، هیچ وقت خانم زیاد نبود و خانم ایرانی هم هیچم نمیدیدم، همیشه خودم بودم و برای همین فکر کردم که بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینکه یه جور جامعه درست کنیم که بتونیم به همدیگه کمک کنیم، همدیگه رو بشناسیم و همدیگر هم یه جوری بیاریم بالا که مردم نه فقط ایرانی ها همدیگه رو بشناسن اما جهان بتونه بشناسه که چه کسایی ما توی مجتممون هستن، چه کارهایی دارن میکنن. امشب مثلا ما حدودا بیشتر 100 نفر اینجا بودن و وقتی که من سوال کردم که چند نفرشون تو تکنولوژی هستن یا مهندس هستن، 90% دستا رفتن بالا. من فکر می‌کنم هر مسیری که قلبت میخواد باید بری. فکر نکن که نمیتونی، فکر نکن کسی میاد جلوتو میگیره، به خاطر اینکه وقتی یکی بیاد جلو راههایی هستش که میتونی از بغلش رد بشی. وقتی اشکالاتایی که هستن یه جوری میتونیم اونا هضمشون کنیم، اما روزی که خودتون نخواین یه کاری بکنین هیچکی بهتون نمیتونه کمک کنه. اول باید خودمون بخوایم و اون اولین پا رو باید بیاریم جلو که بخوایم یه کاری بکنیم، کمک براتون میاد، یا از طریق دوستان، از طریق فامیل، از طریق کسایی که اصلا شاید هم نشناسین، از این خود من که الان هستم. خیلی ها میخوام کمک کنم اما اولین قدم رو خودتون باید بردارین. سپیده نصیری بود. به پایان این 60 دقیقه میرسیم. ممنون از همراهی شما.